درفت با ارزون ترین بازیکن توی ماکلاب PS21. سلام و درود خدا برای شما. آقا اومدیم ما توی ماکلاب PS21 و همینطوری که میبینید ترکیب خالی از بازیکن است و از مهاجم هافبک دفاع و دروازه‌بان و همچنین بازیکن‌های تعویضی که داریم میبینید. ما باید از بین این بازیکن‌های زیبایی که داریم بازیکن انتخاب کنیم. اما چه بازیکنی رو انتخاب کنیم؟ باید ارزون ترین بازیکن‌ها رو از بین این بازیکن‌ها انتخاب بکنیم. یعنی از بین مهاجم ارزون ترین بازیکن، از بین هافبک‌ها ارزون ترین بازیکن، از بین دفاع ارزون ترین و از بین دروازه‌بان‌ها هم ارزون ترین دروازه‌بان. نظرتون به ارزان‌ترین تیم میتونه حریفای قدر رو شکست بدیم؟ از بین دروازه‌بان 5 دروازه‌بان داریم. دروازه‌بان الیور کان نقطه اوجش 14 میلیون بوده. دروازه‌بان آقای کورتوا که گرون‌ترین دروازه‌بانمون 75 میلیون بوده نقطه اوجش و همچنین مانوئل نویر در نقطه اوجش 45 میلیون یورو بوده. ایگر کاسیاس در نقطه اوجش 35 میلیون یورو و پترچک در نقطه اوجش 28 میلیون یورو. از نتیجه میگیره الیور کان میتونه دروازه، پترچک میاد تعویضی. آقای الیور کان در دروازه قرار میگیره. پترچک اولین تعویضی. ما کلا دو تا دفاع چپ بیشتر نداریم، یکی روبرتو کارلوس و یکی هم آلفونسو دیویس که آلفونسو دیویس گرونتر از روبرتو کارلوس بازار که 80 میلیون یورو بوده و در نتیجه ما باید آقای روبرتو کارلوس که 30 میلیون یورو بوده رو بدیم ترکیب. روبرتو 94. سه تا دفاع راست داریم، میدونه الکساندر آرنولد، یه دونه هم کافو و یه دونه هم بنجامین پاوارد. بنجامین پاوارد قیمتش چقدر بوده؟ نقطه اوجش 45 میلیون یورو بوده. کافو نقطه اوجش 3 میلیون بوده و آقای الکساندر آرنولد 110 میلیون بوده. پس کافو میاد تو. اما از اون ور تا دلت بخواد ما دفاع وسط داریم. یه دونه بکنبار رو داریم، یه دونه فوفانا رو داریم، یه دونه کیمپمبه، پویول، سرخیو راموس و همچنین آقای مالدینی عزیز. آقای مالدینی 3 میلیون بوده، احتمال زیاد ایشون میاد. آقای راموس هم که صد گرون بوده، 45 میلیون راموس چی؟ پویول 30 میلیون، کیمپمبه 40 میلیون، فوفانا 40 میلیون و آخر هم بکنبار قیمتشو نزده ولی اینجا نوشته 900 هزار تا. فکر کنم بکنبار تعویضی مالدینی چوب. نه دیگه، دو تا دفاع وسط داریم پس بکنبار بیاد به تو. پس تعویضی ها کی باشن؟ پویول میاد تعویضی. کلا بازیکنان کلاسه قیمتشون پایین تر بود پس یه دونه ما پویول رو میاریم، یه دونه هم دفاع وسط داشتیم من اینو نزدم، ایشون هم قیمتش پایینه، اینم پایین. آقا بازیکنان که ما داریم کاسمیرو رو داریم، گواردیولا رو داریم، ویرای عزیز رو داریم و کیمیش. کیمیش قیمتش 90 میلیونه و پاتریک ویرای عزیز 35 میلیون، گواردیولا فکر کنم مثلا کمتر 2 میلیون و از اون طرف کاسمیرو 80 میلیون که 70 میلیون رفت منچستر. ای کاش ویرا ولی گواردیولا باید بیاد. گواردیولا عزیز میاد داخل ترکیب ولی پاتریک ویرا هم میارم تعویضی. بریم سراغ هافکای هجومی. چون از کارت مسی یه دونه AMF داریم و یه دونه فوروارد، مسی هم توی فوروارد شرکت میکنه هم توی AMF. لیونل مسی، ژاوی، ندود، دکو، گولیت، پوگبا، لامپارد، بکام، آندرس اینیستا، برونو فرناندز و دیبروینه. بازیکنایی هستن که ما باید از بینشون و اینو به عنوان هافک انتخاب کنیم. آقای کوین دیبروینه که سر به فلک کشیده 150 میلیون هیچی، برونو فرناندز 90 میلیون هیچی، آندرس اینیستا 70 میلیون هیچی، دیوید بکام 40 میلیون، فرانک لامپارد قیمت نزده 16 میلیون زده، پوگبا 100 میلیون، گولیت قیمت نزده 8 میلیون که البته نه اینجا خیلی کمتر گرفته بنده خدا 6 میلیون، دکو 25، ندود 28، ژاوی 65، لیونل مسی هم که قیمتش بسیار بالاست، فرانک لامپارد و آقای گولیت داخل ترکیب و همچنین آقای دکو بخدار 25 میلیون قیمتش توی تعویضی‌ها قرار میگیره. بریم سراغ فوروارد ها. لیونل مسی، نیمار، رونالدو، تورس، کیلیان امباپه، لواندوفسکی، دل پیرو، لوکاکو، ماریو، جیدون سانچو، مارادونای خدا بیامرز، ایشون رو نمیدونم اسمشو، کرویف، سلام و در آخر باتیستوتا عزیزه. چه قیافه ای هم داشت آقای باتیستوتا. کلا 1 میلیون بوده احتمالا ایشون توه. صلاح که قیمتش سر به فلک کشیده 150 میلیون، آقای کرویف 1 میلیون، آقای دنیس خان 3 میلیون، مارادونای خدا بیامرز 12 میلیون هم گرفته، جیدون سانچو 130 میلیون، روماریو 1 میلیون و 20، لوکاکو 100 میلیون، دل پیرو 22 میلیون، روبرت لواندوفسکی 90 میلیون، کیلیان امباپه که هیچی 200 میلیون، تورس 50 میلیون، رونالدو مسی هم نمیارن، رونالدو 120، نیمار هم که قطعا بالا 180 و مسی هم قطعا بالا 180. باتیستوتا، کرویف عزیز دل، روماریو و تعویضی ها دنیز خان. بازیکن آخر دیگو مارادونا. و چه ترکیبی. خب بریم واسه آخرین درفت تقریبا. آره دیگه آخرین درفت PS21. دیگه PS21 سرور آنلاین نداره. این حریفمونه، حریفمونم رنکش خیلی بالاست و اسپشیال مچ، یعنی دو تا قول تقریبا با هم مسابقه دارن که ما قول نیستیم اون قوله و خیلی هم سخته، ترکیب بدی داره. ما چیکار میکنیم؟ میایم دیفنسیو آقای بیرا رو میذاریم روی آقای رونالدو، هم یک کلیک میکنیم بالاخره. اونجا نمیشه که آقای رونالدو همینجوری اونجا رابر ما بشه
چیزی نگیم بالاخره آی ویرا اینجا ماست نیست که داداشم. اوه سخت شد که بریم ببینیم که میتونیم با ارزون ترین بازیکن ها و مقتدر ترین و قدیم ترین بازیکن ها این بازی رو ببریم یا نه. احتمالاً ببازیم ولی بریم. بله اینترنت داغونه هیچ. بازی شروع کن دیگه بابا ولمون کن. حالا آقای کرویف حرکت میکنه پاس میده، خود کرویف حرکت میکنه، حالا پاس پشت مدافعین میاد و ضربش به تیرک دروازه برخورد میکنه. وای وضعیت بد و وخیمه. میرسونه به جناح چپ، میاد تو مسافت زاویه و سه دیگه اولیور کان داشت دروازه‌بان ما. نکن یه قصدهای شومی داره این بشر. از این دارم فقط فشار میخورم که به روش خودم گل زد و اینترنت هم داغونه. ببین یه دونه میخوام شانسمو با روبرتو کارلوس امتحان کنم ببینم که واقعا میتونیم بهشون از این نقطه گل بزنیم با ناکل شات اگر بگیره که نگیره. خب آقای رونالدو من مثل همیشه میاد جلو. نه نیومد جلو. باک تو سرم با اون بازی کردنم. ببین یه پاسکاری یعنی بکنم انگوش بده هم بمون که این چجوری پاسکاری کرد چجوری گل زد به من. مرسی جوری میگیری به روش خودش میای بهش گل میزنی یا کرویف. بابا ویل کن دیگه. برو بریم باز کامبک. خود مارادونا پاس میدی اینجا مارادونا میکاره شوت توی دروازه. نمره چند میدی به این گل؟ بیا نه نمیومدی گرفته بود توپو رفته بود. مرسی گل کامبک. گفتم کامبک میزنم گفتی نمیزنم. اصلا کامبک خوراک اصلا پیس آنلاینه. خدا بیامرزدت پیس 21 مایکلاب. چه مایکلاب خوبی بود. برو تا میتونی توپو دور کن نیا توپو بگیره ازت ها. دو طرفه نمیخواد بزنی آقا، نمیخواد دو طرفه بزنی تو. آموشل یه لحظه خوشحال شدم گفتم توپو الان میگیره اسکو. بابا این کافو واقعا دیگه خراب کرده کارو. هیچ 4 دقیقه وقت اضافه، 3 دقیقه تمومه دیگه. حالا نبازیم. دورش کن. ببخشید. بابا یه حرفی که پیدا شد اون حرف قبلی بود. بازی قبلو خراب کردم متاسفانه. بابا اول فاز اونم ویرا داره، راموسشو که 8 دقیقه بونوش داره، نویر، الکساندر آرنولد، روکشا، برونو فرناندز، دیبروینه، رونالدو، مانه، رشفورد. 100-90 فکر کنم ما ببریم دیگه خدا کنه. آخرین درفت خدایی یکم دلم گرفته. دلم واسه PS21 خیلی تنگ میشه. دلم واسهش خدایی تنگ میشه. ماکلاب خیلی خوبی داشتش. سروراش جوری بود که اگر اینترنت اون بد بود اینترنت من بد نمیشد، اما توی ای فوتبال اینطوریه که اگه اینترنت حریفت بد باشه رو بازی تو هم تاثیر میذاره. رو ورزشگاه خیلی خوب و مجلل میخوان اختتامیه کنن ماکلاب PS21 در این بازی و چه ورزشگاه زیبایی هم است واسه اختتامیه. امید این که ای فوتبال درست بشه. برو بریم تو کارش. اما شد آقای کافو ببینم تو این بازی چیکار میکنی کافو جان. وای چه تکنیکی زدی که روش. آهان آقای روماریو یه سانتر ریز میخوام واسط بکنم ها. بزن گلش کن. چه گلی زد. سانتر ریز همیشه جواب بود تو PS21. حیف که تو این فوتبال هم جواب میده. بلن امروز یه کمی شادم، یه کمی غمگینی زده دیوونه شدیم. بده مارادونا ببینم که میتونه بالاخره مارادونا جان گل بزنه یا نه. پاس زیبا، تیر دو، هدف بگیر. توی دروازه. لک هست، دیلی هست، اما برد هم هست. پاسو که دادی حرکت میکنی آقای مارادونا نباید بره. مارادونا اینجوری میگیر یه دونه دیره بزدی میا اینجا یه سانتر ریز و تمام. خب حریفمون دیسکانکت شد مثل این که اشکالی نداره بالاخره. بزن مارادونا تو رو خدا دیگه. آقا این دیسکانکت شده. اسکل شد 7 دادی به راموس. ببین آقا من نمیدونم قرار بود که ما ببینیم میتونیم ببریم یا نمیتونیم ببریم. به من چی یارو نیومد دیگه. ما چه ربطی داره؟ میخواست بیاد خبرش چشش گور. اومدی؟ بله حریف دیسکانکت شد و ما رنگ رو گرفتیم.
آقا امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. این ویدیو بیشتر یک سبک خداحافظی بود با مایکلاپ و کلن درفت تو پیس 21 به خاطر اینکه قطع شدن سرورهای آنلاینش و اومدن آپدیت فوتبال. بابا نمیدونم شما کی این ویدیو دارین می‌بینین، اما از پنجشنبه به بعد دیگه نمیتونین سرورهای آنلاین کلن مایکلاپ بازی کنین و احتمال زیاد آپشن فایل نمیتونین رو کنسول نصب کنین، چون باید حتما اکانتتون آنلاین باشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک کردی نکردی هم عشقی. خدا نگهدار.